به نام خداوند بخشنده مهربان. توانایی و قدرت خداوند در اعطا و من. ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار همه عالمیان است، همان خداوندی که در قرآن کریم خود چنین می‌فرماید: لعل الله یحدث بعد ذلك امرا. تو نمیدانی، شاید خداوند بعد از این وضع تازه و وسیله اصلاحی را فراهم کند. و گواهی می‌دهم که نیز معبودی بر حق جز الله یکتا و بی‌همتا، و گواهی می‌دهم بر این که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداوند است. ای الله، بر او و بر آل اصحاب به او و بر هر کسانی که به وجه احسن از او تا روز رساخیز پیروی نمودن رحمت و سلامتی نازل فرما. و بعد، خداوند جل جلاله قادر و توانا است و او بر همه بندگانش قادر است و قدرت او تعالی بر همه چیز یکسان است و هیچ چیز از سیطره و قدرت او بیرون نیست و هیچ حد و حدودی ندارد، چنانچه که الله متعال می فرماید: ان الله على كل شيء قدير. خداوند بر هر چیز توانا است. و بار دیگر می فرماید: و کان الله على كل شيء مقتدرا. و خداوند بر همه چیز توانا است. و همچنان می فرماید: و ما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه و تعالی ما یشرکون. آنها خدا را آنگونه که شایسته از نشناختن، در حال که تمام زمین در روز قیامت در قبضه خداوند است و آسمان های پیچیده در دست او است. خداوند منزه و بلند مقام است از شریک هایی که برای او میپندارند. بر دیگری خداوند جل جلاله در قرآن کریم میفرماید: و من آیاته انک تر الارض خاشعه فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت ان الذي احياها لمحيي الموتى انه على كل شيء قدير. و از آیات او این است که زمین را خشک و بی جان میبینی، اما هنگامی که آب باران بر آن میفرستیم به جنبش در میآید و نمو میکند. همان کسی که آن را زنده کرده مردگان را نیز زنده میکند. او بر هر چیز توانا است. و از لطف و کرم خداوند متعال بر بندگانش این هست که بر آنها رحمت خود را نائل می نماید و از آنها غم و سختی برطرف می کند. و خداوند جل جلاله با هر مشکل حال آن را می فرستد و با هر سختی آسانی به بار می آورد، چنانچه که الله سبحانه و تعالی می فرماید: فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. بیقین با هر سختی آسانی است. آره، مسلمان با هر سختی آسانی است. و همچنان پیامبر گرامی ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم می فرماید: و آگاه باشید که پیروزی با صبر به دست می آید و آسانی با مشکلات همراه است و سختی هم با آسانی و هیچگاهی سختی بر آسانی غالب نمی شود. و هر زمانی که الله متعال بخواهد در خوبی را بر روی بنداش باز کند، پس هیچ کس بدون اراده او نمیتواند آن در را ببیند و هیچ کسی نمیتواند سختی به وجود بیاورد زمانی که او فراخی به وجود میآورد، چنانچه که خداوند متعال میفرماید: ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها و ما یمسک فلا مرسل له من بعده و هو العزیز الحکیم. هر رحمتی را خدا بروی مردم بگشاید، کسی نمیتواند جلوی آن را بگیرد و هرچی را امساک کند کسی غیر از او قادر به فرستادن آن نیست و او عزیز و حکیم است. و بار دیگری میفرماید: اینی توکلت علی الله ربی و ربکم ما من دابت الا هو اخذ بناصیتها این ربی علی صراط مستقیم. من بر الله که پروردگار من و شما هست توکل کردم، هیچ جنبه نیست مگر این که او بر آن تسلط دارد، اما سلطه با عدالت، چرا که پروردگار من بر راه راست است و هر زمانی که بر روی انسان درها بسته می شود و در هر راه به سختی مواجه می شود و سختی بر او غالب می شود و به حد آخرش می رسد، پس به الله رجوع می کند تا برای او دروازه های رحمت را گشاید و برای او از قدرت های بی پایان خود اعطا فرماید، چنانچه که خداوند متعال می فرماید: و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب.
و هر کس تقوی الهی پیشه کند خداوند راه نجات برای او فراهم میکند و او را از جایی که گمان ندارد روزی میدهد و بر دیگری میفرماید الیس الله بکاف عبده و یخوفونک بالذین من دونه و من یضلل الله فما له من هاد و من یهد الله فما له من مضل الیس الله بعزیز ذی انتقام. آیا خداوند برای نجات و دفاع از بندش کافی نیست؟ اما آنها تو را از غیر او می ترسانند و هر کس را خداوند گمراه کند هیچ هدایت کننده ای ندارد و هر کس را خداوند هدایت کند هیچ گمراه کننده ای نخواهد داشت. آیا خداوند توانا و دارای مجازات نیست؟ و از حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت است می گوید اگر سختی داخل یک غار هم باشد آسانی بر او می آید و او را بیرون می کند. و فکر کننده در قرآن کریم را در می آبد چنانچه که الله متعال می فرماید لعل الله یحدث بعد ذلك امرا. تو نمی دانی شاید خداوند بعد از این وضع تازه و وسیله اصلاحی فراهم کند. این آیه ای است که تمام درهای بسته را باز می کند. بنابراین هرچی نگرانی های انسان، مشکلات او، غم و اندوهای او باشد، هرچی موانعی که در راه او ایستاده است، هر چالش های را که با آنها روبرو هستند وجود دارد، او باید به خاطر داشته باشد که خداوند متعال می فرماید لعل الله یحدث بعد ذلك امرا. پس باید داشته باشد زمانی که خداوند متعال چیزی را اراده کند و بخواهد پس تنها کافی است بگوید شوا پس می شود، پس رجوع به درگاه او تعالی لازمی است. و اعتقاد داشتن به یکسان بودن قدرت های الله متعال از سنت پیامبران و رسولان است و پذیرفتن دعای دعا کننده و دور کردن غم از آنها همین طریقه و روش خداوند جل جلاله است، چنانچه که می فرماید ام من خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجه ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. آیا بت‌هایی که معبود شما هستند بهترن یا کسی که آسمان ها و زمین را آفریده و برای شما از آسمان آبی فرستاد که با آن باغ‌های زیبا و سرور انگیز رویاندیم؟ شما هرگز قدرت نداشتید درختان آن را برویایید. آیا معبود دیگری با خدا است؟ نه، بلکه آنها گروهی هستند که از روی نادانی مخلوقات را هم دراز پروردگارشان قرار می‌دهد. یا کسی که زمین را مستقر و آرام قرار داد و میان آن نهرهای روان ساخت و برای آن کوههای ثابت و پابرجا ایجاد کرد و میان دو دریا مانی قرار داد تا با هم مخلوط نشوند، با این حال آیا معبودی با خدا است؟ نه، بلکه بیشتری آنان نمی‌دانند و جاهلند. در جای دیگر خداوند متعال از دعای حضرت نوح علیه السلام می فرماید اینی مغلوب فانتصر، من مغلوب این قوم هستم، طغیانگر شدم، انتقام مرا از آنها بگیر. و قدرت خداوند متعال بسیار زیاد و روشن است، چنانچه که در این آیات خداوند متعال می فرماید ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها ايه فهل من مدكر. در این هنگام درهای آسمان را با آبی فراوان و پی در پی گشودیم و زمین را شکافتیم و چشمه‌های زیادی بیرون فرستادیم و این دعا به اندازه مقدر با هم در آمیختن و دریای وحشتناکی شد. در جای دیگر خداوند متعال می فرماید و قیل یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلعی و غیض الماء و قضی الامر و استوت علی الجودی و قیل بعدا للقوم الظالمین. و گفته شد ای زمین آبت را فرو بر و ای آسمان خودداری کن و آب فرو نشست و کار پایان یافت و کشتی پردامنه کوه جودی پهلو گرفت. و در این هنگام گفته شد دور باد قوم ستمگر از سعادت و نجات و رحمت خدا. و این دعای حضرت یونس علیه السلام از که در شکم ماهی بود و خداوند جل جلاله تجلی قدرت خود را بر او نشان داد و همه غم و
و مشکل او را از او برداشت که خداوند متعال می فرماید و ذنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فسجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هو زنون یعنی یونس علیه السلام را با یاد آورد در آن هنگامی که خشمگین از میان قوم خود رفت و چنین میپنداش که ما بر او تنگ نخواهیم گرفت، اما موقعی که در قام نهنگ فرو رفت آن در ظلمت های متراکم صدا زد خداوند فرو را جو جز تو معبودی نیست، منزه تو، من از ستمگران بودم، ما دعای او را به اجابت رساندم و از آن اندوه نجاتش بخشیدم و این گونه مؤمنان را نجات میدهم. ستایش مخصوص ذات خدایی که پروردگار جهانیان است. درود سلام بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. هر آن چیزی که نزد الله متعالی است آن از طریق گناه و معصیت به دست نمی آید، بلکه از طریق فرمانبرداری و اطاعت و توکل به الله به دست می آید و همچنان با استفاده از فرصت ها به دست می آید، چنانچه که خداوند متعال می فرماید و البلد الطیب و یخرج نباته باذن ربه، سرزمین پاکیزه و شیرین گیاهش به فرمان پروردگار می روید. و باز می فرماید ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، و اگر اهل شهرها و آبادیها ایمان می آورند و تقوا پیشه می کردند برکات آسمان و زمین را بر آنها می گشودیم. کلید تمام درها به دست خداوند متعال است، خود چنانچه که خداوند متعال می فرماید الا یسجدوا لله الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض و یعلم ما تخفون و ما تعلنون، چرا برای خداوند سجده نمی کنند که آنچه را در آسمان ها و زمین پنهان است خارج و آشکار می سازد و آنچه را پنهان می دارید یا آشکار می کنید می داند. ما باید جستجو کنیم، ناامید نشویم، درست همان طور که باید دلسوزی کنیم و تقلب نکنیم، فریب ندهیم، انکار نکنیم و انحصار و از مردم استفاده جو نباشیم. بنابراین هر کس رحم نداشته باشد بر آنها رحم نمی شود و رحمت کنندگان کسانی هستند که به آنها رحمت نازل می شود. ولا عاقبت للمتقین، و سرانجام نیکی برای پرهیزگاران است. یا الله تو به قدرت و توانایی خود تمام کارهای من را آسان بگردان و مصر ما را در پناه خود داشته باش و مردم آن را در تمام دنیا سربلند داشته باش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.